برای کشور تاجیکستان بعد از اینکه جنگ داخلی جدی می شود در تاجیکستان مسائل سیاسی و امنیتیش از دیگر کشورهای آسیای میانه متفاوت می شود. در این جنگ هزاران نفر کشته می شود، منابع تخریب می شود. اثرات ناگواری جنگ به جنگ داخلی به تاجیکستان وارد میکنه. بسیاری ها به این فکرن که شاید مسلمان ها بعد از فروپاشی اتحاد شوروی یا گروه های اسلامی یا اسلام خواه ها جنگ را در تاجیکستان آغاز کرده باشند. اما واقعیت این ترتیب نیست. واقعیت چیز دیگری هست. جنگ در تاجیکستان وقتی آغاز می شود که نیروهای کمونیست با حکومت ائتلافی ملی اسلامی سبب جنگ می باشه. یعنی نیروهای کمونیست با اینکه چند تا از وزیر که اونها گرایش های اسلامی داشتن، ملی داشتن، عضو کابینه می شون، با اینها مخالفت میکنن و جنگ آغاز میشه. وقتی اینها مخالفت میکنن، حزب ملیگرا و اسلامگرا و کلی مردم تاجیکستان در برابر کمونیست ها استاد می شوند و نبرد سخت را آغاز می کنند. ولی این حکومت ائتلافی با کمک روس ها و ارتش موجود روسیه در اونجا واژگون می شود و از بین می رود. اینجاست که یک مقدار از مخالفان دولت دوشنبه به افغانستان هجرت می کنند، چون در مرزها جای خالی بود و در اونجا درگیری را با دولت آغاز میکنه. سبب اصلی و علت اصلی اشتعال جنگ در تاجیکستان کمونیست های باقی مانده از اتحاد جماهیر شوروی و حمایت روسیه و ازبکستان بود. امام علی رحمانوف رئیس جمهور فعلی که ای هم در دوره اتحاد شوروی در حزب کمونیست شوروی نقش داشت در تاجیکستان اختیارات در دست میگیرد، البته در شرایط نامناسب اختیارات در دست میگیرد و این جنگ داخلی در زمانی ازی در ادامه پیدا میکنه که باز هم با هوشیاری و رحمانوف و روابطش با دولت افغانستان مخصوصا با مرحوم استاد ربانی باعث می شود که جنگ به پایان برسه. به هر صورت نیروهای نظامی تاجیکستان سازمان داده می شود، ولی نیروی های مرزی تاجیکستان که در چین و مرز افغانستان است ای به دوش یا با عهده روس ها گذاشته میشه. یعنی نیروهای مرزی تاجیکستان در کنترل روسیه هستند. روسیه این مرزها را مرزهای روسیه به حساب میاره و خود به خود همکاری های نزدیک نظامی را با روسیه به وجود میاره. عملیات های حفاظت مرزها یکی از اولویت های امنیتی تاجیکستان می باشد. البته نیروهای دیگه مخالف تاجیکستان هم در سرحدات تاجیکستان وجود داشت. حمایت مالی و نظامی روسیه از تاجیکستان برای تاجیکستانی ها حیاتی فکر می شد یا برای دولت تاجیکستان حیاتی بود. لحاظ هم مخارج حفظ سرحدات و مرزها را در مرزهای تاجیکستان با چین و افغانستان شوروی تمویل میکرد
روس شوروی نه بلکه روسیه تمویل میکرد و روسیه به عهده داشت و نیروهای نظامی روسیه در این مرزها مستقر بودند و این نیروهای نظامی هم با حالات افغانستان و اینها بلد بودند و آشنایی داشتند، لذا در تامین امنیت و تاجیکستان مرهون احسان روسیه بود یا متکی به حمایت روسیه بود و روسیه هم ای را به خاطر تاجیکا نمیکرد و فکر میکرد که از این مرزها امنیت خودش تهدید نشود. خب البته بعد از استقلال وجود یا ارتش موتوریزه روسیه در تاجیکستان مخصوصا در سرحدات مخالفتی در کشورهای دیگر جهان با وجود آمد و حضور نظامی روسیه را در جمهوری ها اینا خوب نمی گفتند، منافی استقلال اینها می شناختند. با وجودی از اینا هم رحمانوف ای را تایید کرد تا سال 1999 تایید کرد و بعد از موجودیت عساکر روسی را در مرزهاش در تاجیکستان مورد تاییدی به تاجیکستان قرار گرفت، دولت تاجیکستان قرار گرفت و تاجیکستان برای از اینکه ارتش ملی خود ساخته باشه می گفت که با مهلت به زمان ضرورت داره. همین قسم تاجیکستان روابط نظامی و امنیتیش با ازبکستان هم گسترش داد، هرچند که در کتاب شما نوشته که وزیر دفاع تاجیکستان یک روسی به نام الکساندر ششلیان ایکوف است که این مورد حمایت کریموف است، این مسئله درست نیست. وزیر دفاع تاجیکستان تاجیک بوده و روس نبوده و خیرالله افنام داره و داشته و چندین سال در این پست شده، در کتاب اشتباه ذکر شده. به هر صورت این ماموریت هایی که برای حفظ صلح در ماموریت روسیه در تاجیکستان بود ادامه پیدا میکنه، وقتی که زمانم پر میشه باز مجلس روسیه ای را تایید میکنه که 10 سال دیگه هم عساکر در تاجیکستان بانه، یعنی روسا در تاجیکستان حضور داشته باشن. مخصوصا بعضی حوادث دیگه هم پیدا میشد که حضور روسا را در تاجیکستان به چالش میکشید و موجه جلوه نمیداد. لحاظا تاجیکستان بسیار علاقه داشت که با کشوری مثل امریکا یا جای دیگری روابط نظامی همکاری نظامی داشته باشه، که متاسفانه بگوییم که یا خوشبختانه بگوییم که به این کار موفق هم نشد، برای از اینکه روس ها در اینجا نقش اساسی را داشتند و کشورهای دیگر هم در وجود نظامیشان در تاجیکستان به منافع یک دیگر نمی دانستند. ایران تلاش میکرد، امریکا تلاش میکرد که بالاخره چندان همکاری های نظامی بین تاجیکستان و اینا با وجود نیامد. خب در ترکمنستان هم که سفر مراد نیازوف رئیس جمهورش بود و رئیس جمهور با به عوض از اینکه با پیمان امنیتی دست جمعی خود روی خوش نشان بوده و با توسعه روابط نظامی و امنیتیش با روسیه زیادتر توجه میکرد، اما بود که ترکمنستان و روسیه توافق کردند که نیروهای نظامی مشترک تشکیل بودن، نیازهای محلی را ترکمنستان برآورده بسازه و آموزش و تجهیزی از این را روسیه باوده بگیره. در نیروهای در سال 1994 مصارف نیروهای نظامی را باید خود در خاک ترکمنستان پرداخت کنه. به هر صورت روابط در جنبه بیشتر دو طرفه بود، و از اینکه ترکمنستان ذخایر نفت و گاز زیادی داشت زمینش برای رشد اقتصادی ترکمنستان را برابر کرده بود، این کشور تانست که در زمینه آموزش های نیروهای نظامیش با ترکیه هم توافق های به دست پیدا بیاره و در سال 1990 نیروهای مرزبانی روس از ترکمنستان بیرون رفتن و ترکمنستان خود یک کشور بی‌طرف اعلان کرد و در
در یازده سپتامبر که صورت گرفت و امریکا در محور بود برای مبارزه با تروریسم، ای در این قرار نگرفت و روابط امنیتی و نظامیش با روسیه بیشتر کرده بود. همین قسم ترکمنستان فکر میکرد که موجودیت قدر عسکر ضرورت نداره و نیازمندی نداره و امنیتش شده از لحاظ امنیتی احساس تهدید نمیکرد. در جمهوری قرغیز هم که عسکر آقایوف بود و از جمله کمونیست های سابق نبود به رهبری رسید، این مسائل نظامی و اینا توجه بیشتری نمیکرد و فکر میکرد که مصرف در چیزهای نظامی در امور نظامی بیشتر به اقتصاد مردم ضرر میکنه. البته یک استاد برای هماهنگی امور دفاعی تشکیل شد و برای با ماندن نیروهای روسی یا نیروهای باقی مانده از اتحاد شوروی چندان روی خوش نشان نمیداد. آقایوف تلاش شمی بود که از لحاظ نظامی بیطرف باشد، تاکیدش هم به همی بود و کاهش نیروهای نظامی را برای امنیت کشور خطر حساب نمی کرد و باید او معتقد بود که نیروهای نظامی قرقیزستان محدود باشد. هدف کلی جمهوری قرقیزستان این بود که در بین شرق و غرب یک تعادلی را برقرار بکنه و تهدیدهایی را که احساس میکرد هم تنش‌هایی بود که در تاجیکستان وجود داشت، نیم داشت که از اونجا به ازبکستان و از ازبکستان به قرقیزستان انتقال پیدا نکنه. این از تالش‌هایی بود که احساس میکرد. قزاقستان یکی از جمهوری‌هایی بود که زیاد به ارتش مشترک در بین کشورهای مشترک مستقل مشترک المنافع تاکید میکرد و بعد از اینکه وزارت دفاع روسیه تأسیس شد، نظربایوف هم وزارت دفاع ازبکستان تأسیس کرد و قزاقستان در زمان شوروی زیادتر برای ارتش اتحاد شوروی زمینه ها را برابر میکرد. لحاظا در قزاقستان تسلیحات هسته‌ای یا مرکز تجربه استفاده سلاح‌های هسته‌ای وجود داشت، یعنی در اینجا سلاح‌های هسته‌ای یا راکت‌ها به هوا در مرکز بایکانور پرتاب می‌شد. لحاظا از لحاظ تسلیحات هسته‌ای هم قزاقستان به این فکر بود که از این استفاده سیاسی بکنه و منطقه را قبول کرد که دارای سلاح هسته‌ای نباشه. لحاظا در انتقال تسلیحات هسته‌ای خودش به روسیه نسبت به روسیه سفید و اوکراین یک ذره نرمش نشان بیشتر نرمش نشان میداد و علتش همین بود که از این باید از لحاظ سیاسی هم استفاده کنم و ارتش قزاقستان از لحاظ پرسونل با کمبود افسرهای متخصص مواجه بود، در حالی که امکانات و تجهیزات بیشتری را یعنی نیازهای ارتش اتحاد شوروی را تکافو میکرد و بعد از استقلال هم لحاظ روابطش با روسیه از دید بسیار توجه داشت. با وجود از اینکه با ادامه آزمایش های هسته‌ای در پایگاه های مثل سیمی پلاتینسکی یا در اینجا مخالفت میکرد و او پایگاه ها رو به مرکز تحقیقات فیزیک هسته‌ای تبدیل کرد، لیکن با وجود از اینم که در پایگاه فضایی بایکانور که روسیه و قزاقستان در اثر از او اختلاف داشتن توافق کرده بودند که ایره به روسیه به اجاره بده، همین قسم قزاقستان در زمینه های کمک های نظامی یا امور دفاعی با آلمان و امریکا هم قراردادهایی را داشت، در حالی که بر روابطش با روسیه اولویت میداد. نظربایوف اتحاد اروپایی و آسیایی را نظرش هم مطرح کرد، حتی را در سازمان ملل هم مطرح کرد. از لحاظ امنیتی نظربایوف از داخل و خارج تهدیدهایی را در نظر داشت، یعنی قزاقستان با تهدیدهای مواجه می دید، یکی که
در شمال قزاقستان روسا اکثریت داشتند و در جنوب قزاقستان قزاقا بودند. در اینجا اختلاف ملی را یکی از تهدیدها به حساب می آمد، مخصوصا وقتی گرایش های ملی گرایی در روسیه بیشتر می شود. این را یکی از عوامل جدی تهدید ازبکستان به شمار می آرند. و بی ثباتی در مرزهای جنوبی قزاقستان مثلا در تاجیکستان و اینجا، بی ثباتی در تا در روسیه هم، یا اقدامایی را که ازبکستان برای برتری در منطقه انجام میداد، اینا را از جمله تهدید به حساب می آورد. اینا باز برنامه های باز سازی نیروهای مسلح خود در سال 2000 تصویب کردند و تعداد افراد ارتش خود بیشتر کردند، مخصوصا به مرزهای شرقی و جنوب شرقیش که چین و تاجیکستان و ازبکستان باشه، و اینا توجه کردند، بودجه نظامیشان هم افزایش دادند. با این ترتیب میبینیم که جمهوری های آسیای مرکزی البته در مسائل ارتش های ملیشان یا در امور نظامی و امنیتیشان مسائل و مشکلاتی مشترک دارند، بر علاوه از اینکه تفاوت های موجود است. از این مسائل مشترک یکی همیست که اینا از گرایش های اسلام گرایانه و آزادی خواهانه بسیار بین داشتند و این خطر جدی برای حاکمیتشان میدانستند. دوم، رابط نظامی و امنیتیشان با روسیه بسیار مهم میدانستند هر کدامی از اینا، و اینها در ارتش های ملی خود ساختند، کوشش کردند که را به وجود بیارن، و همین قسم گسترش نفوذ قدرت های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را در آسیای مرکزی برای امنیت خودشان یک تهدید به حساب می آوردن. و رهبرای آسیای مرکزی از تروریسم در 1990 به بعد و از اقدام های جنبش های اسلامی ازبکستان و در قزاقستان و تاجیکستان هم بیم داشتن، و این را سبب می شد که اینا با هم اتحاد کنند، یک پارچه شوند، در برابر تهدید ها متحدانه برزمند و مراکز دفاعی در برابر از اینا با وجود آوردن. همین قسم در سال 1992 پیمان امنیت جمعی تاشکند اینا با امضا کردند، رساندند و همکاری هایی را در زمینه کردند، همکاری های روسیه و قزاقستان و قرقیزستان و تاجیکستان برای از اینکه در برابر تروریسم مبارزه کنند، یعنی کشورهای مشترک المنافع برابر روسیه مبارزه با تروریسم توافق کردند که تا جلوی اقدامات تروریستی در آسیای مرکزی بگیرن. این چیز باعث یک نزدیکی از اینا و هماهنگی کشورها با روسیه شد، و امریکا که در افغانستان حضور پیدا کرد و به بهانه مبارزه با تروریسم، این هم فضای امنیتی آسیای مرکزی را دگرگون کرد، تغییراتی را در اینجا به وجود آورد که کشورها مثل ازبکستان نیروهای نظامی امریکایی را در پایگاه خان‌آباد یا کارشی، و همین قسم قزاقستان در پایگاه هوایی ماناس در اختیار امریکا قرار داد. نه تنها امریکا بلکه در اختیار غربی ها، فرانسوی ها، انگلیس ها، اینها هم در تاجیکستان هم در قرقیزستان با وجود آمدند. دیگه کشورهای غربی که تقریبا شماری از اونها بیشتر از 9 کشور می شود در پایگاه هوایی ماناس در قرقیزستان اینا حضور داشتن بودن و حالات در زیر نظر خود داشتن. در برابر از روسیه هم تلاش به این میکرد که روابط نظامی خود یا حضور نظامی خود در جمهوری ها بیشتر بکنه، و با بهانه از اینکه تروریسم در افغانستان از مبارزه بکنه و حضور نیروهای روسی را تاجیکستان و در اینجا بیشتر بکنم. البته روسا هم تا حدی در این مسئله با امریکایی ها و متحدان غربی از او همکاری داشتن. این واقعاتی که بعد از 11 سپتامبر بود فضای امنیتی منطقه را یک مقدار دگرگون و تغییر آورد، یعنی دگرگونی تغییری است که هم روسیه در اینجا وجود داشت و هم امریکا، و اینا در عین حالی که با هم رقابت داشتن با هم همکاری هم می کردن. همگرایی های منطقه‌ای در آسیای میانه، کشورها تلاش زیادی کردن که از لحاظ اقتصادی همگرایی داشته باشند، اتحادیه هایی را با وجود بیارن. همین بود که در سال 1993
جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافی تأکیدشان بر همگرایی اقتصادی بیشتر شد و این تصمیم هم در شرایطی گرفته شد که این جمهوری های آسیای مرکزی تأکیدشان همی بود که روبل باقی بمانه، ولی در اینا در جریان ازی بودن که پولهای ملیشان هم به حرکت بیارن. رهبرای آسیای مرکزی از اینکه جمهوری های اسلام نژاد شوروی سابقه با هم اتحاد کرده بودن، از اینا خودر دل خوش نداشته باشن اتحاد اقتصادی اسلام ها، با او با دید منفی می دیدن. بالاخره رهبرای جمهوری های ازبکستان و قرغزستان و قزاقستان که تاجیکستان در جنگ داخلی خود مصروف بود و ترکمنستان در آلماتی یعنی مرکز قزاقستان، اینا در 1995 یک شورای را ایجاد کردن و به همگرایی در سطح منطقه توافق کردن و این شوراشان در همکاری های اقتصادیشان یک گام مثبت تلقی کردن. البته این قسم فعالیت ها در گذشته هم صورت گرفته بود، چون جمهوری های آسیای مرکزی بسیار مشکلات داشتند، نیازمند بودند که روابط اقتصادی را بین خودشان بیشتر کنند و از منابع انرژی که دارند استفاده بکنند. اینا همین قسم از اتحادیه گمرکی که در بین فدراسیون روسیه و روسیه سفید در 1995 آمده بود و روابط اقتصادیشان هم بیشتر میکرد، قزاقستان و جمهوری قرغزستان هم با هم روابط نزدیکتر را با روسیه برقرار کردن و در سال 1996 رابطه بیشتر توسعه پیدا کرد و یکی پیمان اتحاد در بین روسیه و روسیه سفید امضا شده بود در سال 1996 و ادامه پیدا کرد و رهبرای قزاقستان و قرغزستان و تاجیکستان هم که در 1996 در چین با یلسین دیدار کردن، اونا هم این پیمان را امضا کردن و ایرا در توسعه اقتصادی و رفع نگرانی های امنیتیشان مهم می دانستن و از این نگرانی ها را کاهش می داد. خب بر هر صورت در خود روسیه هم در جامعه ای که جریان همگرایی کشورهای مستقل مشترک منافی بیشتر توسعه پیدا می کنند، مجلس ملی یا مجلس دولتی روسیه یعنی مجلس سفلاش او در تجزیه اتحاد شوروی را که به این جمهوریت ها تجزیه شده بود ایرا محکوم میکنه که اتحاد شوروی باید باقی میماند و تقاضا میکنه که اتحاد شوروی دوباره در قالب جدید احیا شود. البته موفق نمیشه این کار، لیکن قزاقستان و جمهوری قرغزستان هم اینا به اتحادیه گمرکی روسیه و روسیه سفید و اینا یک جا می شوند و بالاخره در بین از اینا اتحاد سیاسی اقتصادی در بین کشورهای روسیه روسیه سفید و این جمهوری قزاقستان و قرغزستان اینها در سال 1996 اتحاد سیاسی اقتصادی با وجود می آید. تمام این کشورها تلاش های خود در راستای همگرایی در جامعه یا کشورهای مستقل مشترک المنافی به کار میبرند و اکثریت تأثیر تلاش ها همگرایی اقتصادی میباشه و برای کشورها هم مهم همگرایی های اقتصادی بود که از لحاظ اقتصادی که چون از دوران اتحاد جماهیر شوروی فقیر باقی مانده بودن استفاده کنن و زمینه های معیشتی زندگی خود بهتر بسازن. لحاظا کارهای خانگی و سمینارهای شما همیست که در مورد تشکیل ارتش ملی در هر یک از جمهوری آسیای مرکزی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی ایرا بررسی بکنین و نقاط مثبت و منفی و چالش ها و فرصت هایی را که پیش روی جمهوری موجود است بیان بکنین و نظر خود هم ارائه بکنین که چی نتیجه رسیدین. همین قسم جریان همکاری نظامی را بین جمهوری های آسیای مرکزی بین خودشان
هم با بحث بگیریم و هم ببینیم که اینا با کشورهای غربی و ترکیه چه نوع همکاری های نظامی را تانستن برگزار کنن و چه همکاری های نظامی را میخواستن برگزار کنن که در نتیجه بیمی از خراب شدن روابط یا از اخلال روابطی از اینا با روسیه باشه، او آرزوهاشان در همکاری های نظامی با ترکیه و با غرب نتانستن انجام بدن، این را هم به حساب بگیرین. موفق و کامیاب باشید.